شاهد 418 صفحه 33 مجموعه قضات شهادتشون اومده. متشکرم. Witness 418, can you hear me? شاهد محترم صدای من رو دارید؟ Yes, بله میشنم. ممنون از اینکه به ما پیوستید. لطفاً سوگندنامه آقای رئیس رو تکرار کنید. متشکرم آقای شاهد از اینکه پذیرفتید در اینجا شهادت بدید. لطفاً بعد از من تکرار کنید. من قسم یاد می کنم که حقیقت را بگویم. آقای شاهد صدای من رو دارید؟ همه حقیقت را بگویم. The whole truth and nothing but the truth. There'll be some questions from یک سری سوالاتی از سوی هیئت دادستانی از شما پرسیده خواهد شد و در پی اون هم سوالاتی شاید از طرف قضات باشه. متشکرم آقای شاهد. اگر ممکن هست به دیوان در مورد سمتتون بفرمایید و آنچه که شاهد آن بودید در طی تظاهرات ماه آبان سال 98. من در قالب یکی از اعضای ناجا که خشونت‌های آبان 98 رو عیناً شاهد بودم و می دیدم که با مردم چه برخوردی میشه، در این جایگاه قرار گرفتم و شهادت خودم رو تسلیم دادگاه میکنم. بنده یکی از پرسنل ناجا بودم که بنا به وظیفه سازمانی که داشتیم در همون روز شنبه در شهر محل خدمتم شاهد اعتراضات مردم به جریان گرانی سوخت بودم و اینکه چه برخوردی از طرف نیروهای امنیتی با اونا شد. روز شنبه که من به محل خدمتم رفتم، خودم به عین شاهد بودم که مردم میگفتن امروز ساعت 11 قراره مردم تجمع بکنن و من خودم گفتم که والا حقیقتا خودم رو به عنوان آدم شخصی جا زده بودم و با اونا صحبت میکردم، گفتم والا حق میدم بهتون چون خیلی گرون شده، گرونی ها بیداد میکنه و اصلا یهو این تغییر قیمت سوخت واقعا تاثیر خیلی 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 وحشتناکی رو روی گرونی ها و اجناس دیگه داره. زمانی که به محل کارم رفتم، میدونید روال کار توی اینجور شرایط ها اینه که هر وقت من زمانی که روز قبلش محل شهر دیگه ای بودم و توی اون شهر با توجه به حجم انقدر نیرو چیده بودن که در واقع هیچ خسارتی به جایی وارد نشده بود. در واقع موضوع خیلی داغ نشده بود که اینو در حد گسترده خبرش رو اعلام کنن. روز بعدش که من به محل کار خودم رفتم دیگه با
توجه به نامه‌نگاری‌های شورای تامین قبل از هر واقعه و رویدادی، حالا چه سیاسی باشه چه به لحاظ هر نوع چیزی که بحران تلقی بشه، چه سیاسی و چه به لحاظ بلایای طبیعی، یه جلسه شورای تامین برگزار میشه. جلسه شورای تامین متشکل از ناجا، سپاه، ارتش، استانداری و صدا و سیما بنا به نقش رسانش میاد شرکت میکنه. توی استانداری به ریاست استاندار و توی شهرهای کوچکم به ریاست فرماندار. بنا به این جلسه هایی که تشکیل شده بود، اون روز شنبه رو ما که به محل کار رفتیم از ساعت 2 دیگه آماده باش دادن تا ساعت آماده باش 100% رو به کل پرسنل اعلام کردن و آماده باش که اعلام شد در نیروهای مسلح ما یه بحثی داریم به اسم سازمان دوم رزم. و در واقع سازمان دوم رزم بنا به اون جریانی که اتفاق افتاده توی کشور یا شهر، توی اون مکان هم از بلای طبیعی یا سیاسی گفتم باشه، هر کدوم فرق نمیکنه، میان و سازمان دوم رزم متناسب با اون رو در واقع اجرا میکنن. یعنی نقش هر فرد رو، هر کسی رو طوریه که مثلا اگر یک فرد در مقاومت نیروی انسانی به عنوان بایگان، مثلا طرف گروهبان 2 هستش یا گروهبان 1 هستش، متصدیه، مثلا فرد شغل اصلیش متصدیه تنظیم اسناد هستش، بایگانه، این اون وظیفه اصلی هستش که من ارباب رجوع یا کسی که عادی از بیرون میاد وارد اون ارگان میشه، منو با اون عنوان میبینه به عنوان بایگان و کارش رو انجام میده و چیزیه که جلو چشه. ولی وظیفش در سازمان دوم رزم یک چیزیه در حد محرمانه و خیلی محرمانه که فقط خود فرد میدونه و رئیس رؤساش. و در واقع اون روز هر فردی وظیفش در سازمان دوم رزم بهش ابلاغ شد، یعنی هر کسی در هر جایگاهی بود باید اون نقشش در سازمان دوم رزم رو اجرا میکرد. البته من با توجه به شرایطی که داشتم یه بهانه هایی آوردم که در اون روز من در آماده باش شرکت نکردم و توی محل کارم موندم. چیزی هم که خودم به این شاهد بودم، همون روز اول ما توی دو بازه زمانی تیراندازی ممتد داشتیم، تیراندازی فراوون مثلا ساعت 11:45 تا 12:30 طوری بود که من شاید بگم 500-600 بار در واقع 500-600 متر فاصله داشتیم و تیراندازی ها رو کامل میشنیدیم، درگیری که با مردم بود. یکی اون موقع و بعدش هم ساعت همون روز ساعت 5:30 تا 6:15، بعدش 5:30 تا 6:30 به بعد از ظهر کاملا دیگه تیراندازی ها محسوس بود و خیلی اصلا وحش شدناک. یعنی شاید بگم هزاران تا فقط گلوله شلیک شد. البته و با شناختی هم که از همکارا داشتم میدونستم، یعنی البته بگم در وهله اول که ما دستور تیر نداشتیم تو ناجا، ما دستور تیر نداشتیم به جز تیراندازی هوایی نباشه گفته بودن و اونم صرفا جهت ارعاب مردم که کسی دست از پا خطا نکنه و کاری نکنه و اگر تیراندازی صورت گرفته و کسی کشته و شهید شد، فقط و فقط از نیروهای بسیجی خودفروخته و سپاهی ها و اطلاعاتی ها بود، اداره اطلاعات ما ناجا رو میگم. و یه و اون سلاحایی هم که پیدا بود، سلاح سازمانی ناجا کلاشینکوف هستش و
و من نمیدونم مربوط به این چیزهایی که پیدا شد مربوط به چه نوع اسلحه‌ای هست که دستور فقط این بود که باش کلاشینکوف شلیک نشه که معنی ها شناسایی نشه و نتونن به یک نیروی مسلح ربطش بدن و شناسایی کنن. روایتی که همکارا از رویارویی مستقیم با مردم داشتن و چیزهایی که وقایعی که توی خیابونا اتفاق افتاده بود این بود که توی اون شهر حداقل توی همون روز اول دست کم 14-15 نفر شهید داده بودن مردم و خب با توجه به اون فرمانده مستقیممون در جمع پرسنل خودمون صحبت میکرد، این رو عرض کنم که این پرسنل ما یه قسمتی از فرمانداری یه شهر رو داده بودن تحویل پرسنل که وظیفه ما حفاظت از اون بود. این فرمانده عنوان میکرد که با توجه به حجم تظاهرات مردم و اعتراضات عملا 4-5 ساعت کنترل شهر کاملا از دست نیروی امنیتی خارج شده بوده. ما هم که عرض کردم دستور تیر نداشتیم، اگرم تیراندازی میکردیم فقط به صورت هوایی بود. ما در راستای کمک هرچند از روزهای بعد با توجه به نیازمندی داخل شهر دستور اومده بود که نیروی کمکی اعزام بکنن، من خودم شخصا با چند نفر دیگه نیروی نظامی که تحویلم شده بود کلاشینکوف و باتوم رو اسلحه‌ای بود که تحویل گرفتیم و البته توی اون محوطه‌ای که ما بودیم درگیری خاصی اتفاق نیفتاد، ولی صدای تیر و تیراندازی رو میشنیدیم، ولی بعد در کل دستور تیر نداشتیم مگه اینکه اتفاق خاصی میفتاد که البته منتظر دستور بودیم که ببینیم چی اعلام میکنن به ما. اون تلفاتی هم که عرض میکنم مجدداً، اون تلفاتی هم که مردم داده بودن و شهید داده بودیم در به روایت پرسنل از طرف نیروهای ناجایی نبود. عرض کردم لباس شخصی های دستگاه اطلاعات و سپاه یا بسیج بودن. تو روزهای بعد از اون روز اول 26-28 تو آبان ماه 98 میگم، بعد از اینکه آماده باشا تموم شد و ما کم کم به محل خدمت برگشتیم و روال خدمت عادی شد و اونجا فقط شاهد این بودیم که حدود 50 نفر از مردم عادی رو بین سنین 15-45 سال همه دستبند و چشمبند داشتن و اسبس حجم همشون گفتم دستبند و چشمبند داشتن و اسبس حجم دستگیر شده بالا بوده، چون جایی نداشتن جایی اونا رو اسکان بدن اینا این تعداد رو ناچارن تحویل ما دادن. حدود 50 نفر بودن، خیلی هاشون هم انقدر کتک خورده بودن، جراحت داشتن، مصدوم شده بودن و من خیلی هاشون صحبت میکردم میگفتم شما رو به چه جرم و گناهی آوردن، میگفتن خدا شاهده ما پا از خونه بیرون نذاشتیم تو اون ساعت و لحظه درگیری، ما بیرون نبودیم، فقط به قولی برای تناب دارشون دنبال سر میگردن. اون 50 نفر رو حدود 10 روز توی محل خدمت ما قرنطینه و زندانیشون کردن و هر روز از اداره اطلاعات با یه ماشینی می آمدن، چند تایشون رو می بردن، دوباره برمیگردوندن یا یه سری جدید می آوردن به جای اونا، طوری که توی بازه زمانی 10 روز کلن این مثل اداره اطلاعات بود اینجا. هرچند که من این رو عنوان کنم که درسته که ما خوشبختانه همکاران
و دوستان من شاید هیچ کدوم شلیکی به مردم نکردن و به واسطه ما کسی جریه دار و زخمی نشد، اما متاسفانه بودند افرادی که واقعا اون غیرت و تعصب رو نداشتند که شلیک نکنن و میخواستند به عنوان وظیفه‌ای که بهشون سپرده شده از لباسشون سوء استفاده کنن و با مردم درگیر بشن، که البته در شرایط و وقت خاصش من اسامی اون افرادی که میدونم که چگونه این کار رو کردن و میدونم که خیلی دارن خدمت میکنن به نظام، به وقت خودش مشخصاتشون رو هم به شما ارائه خواهم کرد. دیگه من عرضی ندارم، اگر نکته باشه در خدمتم و امیدوارم که این شهادت من بتونه به شما کمک کنه که حقیقت رو کاملا بهش برسید و اون افرادی رو که در سرکوب مردم و در قتل عام این دوره و جنایت آبان نقش داشتند بتونید معرفی کنید، اینها دستگیر و به سزای اعمالشون به موقعش برسن. این امید منه و برای همینم این شهادت رو توی این دادگاه برای شما دادم. خیلی متشکرم آقای شاهد. شما در شهادتنامتون اشاره کردین به تک تیراندازها. میشه بیشتر شرح بدین این پلیس هم از تک تیراندازها استفاده کرد یا فقط سپاه از تک تیرانداز استفاده میکرد؟ صدا نمیاد. من فقط صدای من رو میشنوید؟ Can we reconnect? صداقت. Okay. Do we have the other witness? The other witness available? کاملا ارتباط قطع. The connection is lost. Thank you, sir. Sorry, Mr. Chairman, the connection has been lost again.